خیلی خوب، شروع میکنیم دیگه. نگاه کنید بچه ها، پس تاریخ هایی که نویسنده میاره یا شما میارین به عنوان نویسنده، چه تو داستان کوتاه چه تو رمان اهمیت داره؟ ببین من فصل اول دل فولاد آخرش میگم که و آذر ماه بود، آذر ماه سال 1365، توی شبهای شورانگیز بارها از همینجوری تاریخ رو مستقیم آوردن. بنابراین اگه برید ببینین هزار و سال 1500 چه اتفاقاتی، چه فضای فرهنگی، سیاسی، تاریخی بوده، خیلی عالی، کمکتون میکنه. از این به بعد اگه خواستید که داستانی بنویسید که در یک دوره از زمان در ایران اتفاق افتاده، خب یه جوری باید اون ستینگ زمانیش رو، چیدمان زمانی، زمانی داستانش رو یه جور غیر مستقیم به خوانندتون بگین، چون حساب کنین که 100 سال بعد داستانتون رو میخونن. اگه مثلا راجب بازار، مثلا بازار چه میگین، بازار چه، مثلا بازار تجریش میگین، باید خواننده 100 سال بعد براش خیلی جذابتر خواهد بود که بازار چه تجریش رو در زمان رضا شاه داره میخونه، یا محمد رضا شاه داره میخونه، یا آقای مثلا یا رهبر فعلی. یه وقتی که خود مارکز چیزو نمیشه، 100 سال تنهایی رو نمیشه، 100 سال تنهایی به هزار دلیل بنیش رو از کتاب مقدس گرفته و از همین بلندی های بادی. خب 100 سال یک زندگی اتفاق میفته میره. خود امیلی برونته بنیه تاریخیش رو و فرهنگیش رو از کتاب مقدس گرفت. وقتی یک ساختمان 300 ساله رو داره میگه، زندگی 300 ساله یک ساختمان رو میخواد به ما نشون بده به یه شکلی، اگر نگاه کنید میبینیم تو کتاب مقدس خونده باشین که باید برید بخونید که کامل کنید چیزتون رو، شعور و شناخت ادبیتون رو کامل کنین، متوجه میشین که این اعداد بسیار بسیار مهم هستن. یکی 200 سال عمر میکنه، یکی 300 سال عمر میکنه، دختر نو مثلا 500 سال عمر میکنه، بعد اسما تکرار میشن، مثل اینجا که کاترین تکرار میشه، مثل تو 100 سال تنهایی که کوز آرکادیو بوندیا همینجور تکرار میشه، آرلیانو بوندیا همینجور اسما تکرار میشه. حالا ما هر یک ماهی اگه سودی حواسش باشه، هر یک ماهی سه فصل از این کتاب رو به هر شکلی میخونیم و میریم جلو. حالا میتونیم یه کاری بکنیم، میتونم ازتون بخوام که هر کس الان سوالی داره بنویسه تو چت، بعدش میریم سراغ راوی که این راوی یا روایتگر یا کسی که داستان رو روایت میکنه چجوری وارد میشه، وارد داستان میشه. یا من یه تعریف مختصری میکنم بعد میرم سراغ شما. نگاه کنید بچه ها، حسن این کتاب اینه، وقتی لاکوود حرکت میکنه خواننده باش حرکت میکنه، ما هیچی نمیفهمیم، همچنان که لاکوود هیچی نمیفهمه، هر چیزی اون هر وقت اون معلوماتی زیاد میشه چیزی میدونه ما هم میفهمیم. مثل این داستانهای پلیسی میمونه، بعدها بسیاری از داستانهای پلیسی از ساختار کتاب بلندی های بادگیر گرفته شد. کتابی که وقتی چاپ شد با انتقادهای بسیار بدی روبرو شد، خیلی کوبیدن طرف ها، با جین ایر متقایسش میکردن، میگفتن این که فکر میکردن خواهر نوشته، میگفتن کتاب بعدیه، نمیدونم نسبت دوم فلان از این. ولی خب زمان گذشت، زمان نشون داد که اون یک سرگردن از کتاب جین ایر بالاتره، کتاب بلندی های بادگیر. خیلی خوب، پس ببین لاکوود روایت کننده داستانه و با خاطراتش داره داستان میسته. البته خاطرات نمیسته اون دوره و قبلش در دوران ویکتوریایی خیلی مونده، اما این به یک شکل بسیار مدرن داره خاطرات نویسی میکنه، بلکه بر میگرده فلشبک میزنه، دیگران رو میاره وارد تو زن وارد میکنه. خیلی از این تیکه چیز شگرده های امیلی برونته، بعد از امیلی برونته نویسندگان بسیاری از شیوه های او استفاده کردن. اینقدر این نویسنده 29 ساله در ادبیات جهان تاثیر گذاره.
هم کتابش. خب بسیار خوب، نوبت شماست. لطفا هر کس بابت اینجا یه سوالی کرده که در واقع خاطرات در حکم و قواره کتاب مقدس آورده می شود، این سوال بابت، لطفا هر کدوم از شما یه سوالی سوال عمدتون رو اینجا بنویسید تا دوستان اگه میدونن بهش جواب. بچه ها این بهترین موقع است که رمانتون رو شروع کنین، بهترین موقع است، اینو من بهتون بگم. مانو جا من یه سوال بپرسم، شاید البته درست نباشه چون بچه دارن تایپ میکنن اینا، ولی شما میفرمایید که رمانتون رو بنویسید. من سوالم اینه، من یه جایی خوندم تو دارم فکر میکنم کدوم چیز بود که تازگی کتاب کلیده دولت آبادی میگه من وقتی شروع کردم نمیدونستم تهش دارم به کجا میرسم. خیلی من سوالم نمیفهمم اینه، من سوال من اینه دقیقا، میخوام ببینم که شما که رمان نوشتید آیا از اول انتهای رمانتون رو میدونستید، یعنی شخصیت های نهایی داستانتون رو میدونستید قراره این جواب میدم، تهش اینو چی جواب، بشه؟ اینو مرسی اصلا جواب. مرسی مرسی. هلو سال حمید رو جواب میدم، بعد اگه خواستی سوالاتون رو بگین که بچه ها اگه میخوان جواب بده. ببین همیشه این حرف رو من زدم که نویسنده به تعداد نویسنده ها شیوه های نوشتن وجود داره، یعنی هر نویسنده ای به شکل متفاوتی با موضوع داستانش برخورد میکنه. اینا داشته باشین، به تعداد داستان ها نویسنده شیوه مختلف داره، یعنی یکی داستانی رو می نویسه همه داستان جلو چشم میشه، یه داستانی رو می نویسه شروع میکنه اصلا نمیدونه چی میشه و یک رمانی رو شروع میکنه آخرش اول از همه میاد، مثل رمان کولیک و نار آتش برای من، فصل اول آخرش اول از همه من میدونستم چی جوری میشه، چه خبر، چه اتفاقی پیش میاد، چه میشه. مثلا کنار دریاچه یا شبهای شورانگیز من اصلا نمیدونستم پایانش چی میشه، خیلی تجربی بود و پایانش رو اینجا نوشتم. این بستگی به نویسنده داره و بستگی به داستان داره، اما بسیاری از نویسنده هم هستن یه چارچوبی رو شروع می نویسن و شروع می کنن. حالا در گذر زمان ممکنه آخر داستان عوض بشه یا فصلهایی تو داستان عوض بشه. این جواب تو گرفتی همین؟ بله بله بله. حالا ببین گاهی وقتا یک جنبشی در شهرها پا میگیره تا برسه به شهرستانها، تا برسه به دهات 300 سال طول میکشه، سالها طول میکشه. درسته جنبش نوآوری و رنسانس خیلی وقت پیش ها شروع شده بود و از کشوری به کشور دیگه حرکت کرده بود، ولی بسیاری از این روستاها هنوز که هنوز بود دوچار او سنت های قدیمی بودن. در مورد دوستی که اینجا نوشته تاریخ پروتستانیزم در 1900 و 1500، آره تو بودی. ببین باید ببینی که توی مناطق روستانشین موقع چه خبر بوده، چه چیزی حاکم بوده واقعا. بعد گاهی وقتها تاریخی رو، یعنی اینو بعدن من بحثش رو میکنم، چیزی رو میگن که چیزی رو نشون میدن که یک نتیجه برخلاف اون به دست بیارن، نتیجه متفاوت با اون چیزی که دارن نشون میدن به دست بیارن. اینو بعدا اینجا من یادداشت میکنم که صحبت بکنیم سرش دیگه. ببین ستینگ، ببین شاید بعضیا اینجا ندونن که من دارم میگم ستینگ چی است. ببین ستینگ چیدمان داستانی هست، یکی چیدمان مکانی داریم، یعنی ستینگ مکانی داریم، یکی زمانی داریم که به تاریخ هم مربوط میشه. شما همچنان که دارید از یک روستا حرف میزنید
اسم روستا را میارید یا اشاره میکنید در شمال یا جنوب و دورش هم میگید، زمانی که این داستان در اون روستا اتفاق میفته. چیدمان داستانی، انتخاب چیدمان داستانی برای نویسنده و کسی که میخواد داستانی رو بنویسه بسیار مهمه. بعضی از نویسنده ها مثل فاکنر، مثل نویسندگان آمریکای لاتین، مثل من تو ایران که یه لوکیشنی رو انتخاب کردم و از اون ستینگ داستانی استفاده میکنم و یا اونو از اون ستینگ داستانی استفاده کردن، یک ستینگ مکانی انتخاب میکنم برای همه داستانشون. متاسفانه من سیریا سیریا رو نوشته بودم، ایرادی که آقای سپانلو شاعر بزرگوار بهش گرفت اینه که همش داره از یک جا میگه، در صورتی که وقتی منم نمیدونستم، چیزی نمیدونستم واقعا. وقتی اومدم اینجا فهمیدم که این یه شیوه بسیار عالیه، نویسندگان معروف دنیا یه ستینگ داستانی انتخاب میکنن و داستانشون رو در یک شهر یا یک ده یا یک خانه توضیح میدن و می نویسن و خواننده رو با یه فضای خاصی آشنا میکنن، یعنی جهان خودشون رو در واقع میسازن. حالا ببین اینجا من وقتی راجب لاکوود صحبت کردم، ببین این چه، این ما جهان داستانی بلندی‌های بادگیر رو از نگاه لاکوود میبینیم، هرچی او میبینه ما میبینیم، ولی آیا هرچی او قضاوت میکنه ما قضاوتمون یکسانه؟ یعنی در واقع نگاه راوی یا روایتگر به خونه و اون حوادثی که اتفاق میفته، آیا رو نگاه ما، اینو من از بابک میخوام که اگه میشه یک کمی توضیح بده، نگاهش رو نگاه ما تأثیر داره رو برداشت ما از حوادث؟ وقتی با هیت کلیف اونجوری برخورد میکنه، ما هم باید قضاوت یکسانی داشته باشیم با لاکوود یا نه؟ هر کسی میتونه و اراده داره، چیز داره، اختیار داره که عقیده خودش رو داشته باشه یا ناخودآگاه عقیده خودش رو خواهد داشت. در واقع سوالت اینه که ما چقدر میتونیم یا مجبوریم با راوی همعقیده باشیم؟ دردوش ما مجبوریم یا میتونیم؟ کدومشه؟ همون در واقع، خب مجبور نیستیم، خیلی وقتا راوی دروغگوه، مثلا مثل سیمای زنی در میان جمع و قصد فریبو داره. من اینجا هنوز، یعنی توی این رمان هنوز یه خورده گیجم، الان که داشتیم شما صحبت میکردیم داشتم فکر میکردم که میشه یه تفسیر فرویدی از این کتاب کرد یا نه، یعنی در واقع قهرمان داستان آقای لاکوود که راوی داره تعریفش میکنه که اومده به این ده سرزده، آیا این داره خودشو یه ریویزیت میکنه، داره به درون خودش برمیگرده یا درون خودش رو کالبد شناسی میکنه؟ یعنی یه جوری، یه تعبیر یونگی فرویدی، یعنی یا یونگی یا فرویدی، میشه از این داد؟ داشتم فکر میکردم دو تا عمارت توی این داستان وجود داره، ولی حالا برگردیم به صحبت تو. خب نه، خیلی آخه این سوالی که کردی بس خیلی جالبیه، بذار از بچه های دیگه هم بپرسیم. خب شم... بذار حالا من اون عرضی سوالی رو که تو کردی من عرضم رو در موردش بگم. خب قطعا اینطوریه که ما با قهرمانای داستان، با قهرمانای داستان خودمون یه باستابی از خودمون رو توش میبینیم، حالا این میتونه منفی باشه میتونه خوب باشه. هیت کلیف توی این داستان، تو سراسر رمان آدم بدیه. یکی از دوستانم اشاره کرد که بعدن این راوی میگه که، یعنی آقای لاکوود، نه راوی، میگه که من ازش بریدم، یعنی باهاش دیگه بهش هیچ علاقمند نیستم. صداقت در واقع آقای لاکوود من فکر نمی کنم اینجا زیر سوال باشه، یعنی صداقت هیچ کدوم از شخصیت های داستان اینجا برای من زیر سوال نیست. شاید بتونیم جلوتر که میریم باز دوباره که بخونیم کتابو چیزی پیدا کنیم، ولی فکر می کنم حتی مثلا فرض کن که
اون دختر پرستار خانم آلن که بیشتر قصه رو، یعنی تمام قصه از دهان اون گفته میشه، این هیچ بدتینتی توش نیست به جز درموندگی هایی که اینا همه در برابر هیتلیف دارن و ناتوانی، هیچ بدتینتی یا اینکه بخوان داستان و طور دیگه‌ای شاید بشه البته پیدا کرد، ولی من تا اونجایی که رمان تو ذهنمه یه همچین تصوری ندارم. چیزی که حالا اون حرف اولم برگردم بهش، خیلی برام جالبه که این هیت کلیف کیه، من هیچ نمیتونم پیداش کنم. یعنی فقط بابک ما این سه فصل رو داریم حرف میزنیم الان این ما فقط یه جایی هستیم که میگه این یه کولیه، یه کولیه سیاه چرده است که معلوم نیست اومده از کجا اومده. اینا نمیگه کولیه، میگه شبیه کولیه هست. جیپسی، کلمه جیپسی رو بکار میدونم مدن انگلیسیش. آره شبیه جیپسی، سیمیلر. ببینم تو من یه عذرخواهی سوالی بکنم تو این، چون من نخوندم فصل سومش رو تا آخر. ما تا فصل سوم بر نمیگردیم به ورود هیتکلیف به خانواده پدر مادر کاترین، right؟ یعنی اونجا هنوز نمیرسیم که این میره لیورپول اینو میاره، درسته؟ تو فصل اول نیست. نه فصل چهارم میشه، فصل چهارم. اون فصل چهارم میشه. من عرضم. اوکی. یا یه چیزی که میخواستم بگم شما و بچه ها، همه شما فکر میکنین هیتکلیف آدم بدیه؟ نه من اصلا اینطور فکر نمیکنم. یعنی بر من جالب بود که من قبل از اینکه کتابو بخونم دو تا فیلم در از بادرینگ های دیده بودم و یه دونم آدیو بوک شنیده بودم، بعدم که خودم خوندم و این چهار تا حس کاملا متفاوت، چهار تا تصویرسازی کاملا متفاوت به من داد. و من میتونم تصور کنم که آدم های مختلف میتونن بسته به اینکه از چه دریچه نگاه میکنی کاملا حس های مختلف نسبت بهش داشته باشن. بقیه منم از هیت کلیف خیلی خوشم اومد، دقیقا همون موقعی که لاک وود خیلی بدش اومده بود من خیلی خوشم اومده بود، به نظر اومد چقدر آدم اصلا روک و رو راستیه. منم اصلا بدم نایمده بود. بسیارم بگم خانوم. بگو عشقان. خانوم این سوالتون من رو یاد یه سریال انداخت چند روزیش با یه تعداد زیادی از خانواده داشتیم نگاه میکردیم، راجب یه صحنه که یه خانوم میاله یکی دیگه رو کشت، یکی میگفت آفرین، یکی بهش داشت فوش میداد، یکی اصلا ماتش برده بود. به نظر من هر کسی با توجه به اون پرسونالیتی خودش قضاوت میکنه و یه چیز فکر میکنم عمومی نباشه. زمانی که مثلا سیاه نیست و خاکستری، هر کسی با توجه به پرسونالیتی خودش در واقع این قضاوت انجام میده. من میخواستم بگم که تو این داستان من تا حالا یک چهارمشو خوندم هنوز با هیت کلیف بد نشدم تا اینجای داستان. و در مورد اینکه آیا نظر راوی روی ما تاثیر میذاره یا نه، معمولا تو بیشتر داستانا مخصوصا داستانای قدیمی تر راوی یه دانای مطلق داستانه که دروغ نمیگه، همه چیزو همون جوری که هست میگه. حالا حتما یه قضاوتی هم داره و قضاوتش به همین دلیل که داره راجع به همه درست و راستشو میگه رو ما تأثیر میذاره تو داستانای قدیمی تر. اون قسمت جمله آخر تو بگو بابا. میگم چون راوی همه چیزو میدونه و دروغ نمیگه توی داستانای قدیمی، معمولا رو نظر ما تأثیر میذاره. هر کیو که اون میخواد آدم خوب جلوه بده، ما طرفدار اون هستیم و میخواییم اون کام روا بشه تو داستان، اینجوریه نظرش تأثیر میذاره روی ما. خب این اون داستان قدیمی بیشتر به متل و افسانه نزدیکه. هرچی نه منظورم همین رمان هاست، همین ادبیات مکتوبه. خب آره ادبیات مکتوب. بچه ببین وقتی که در افسانه ها و داستان های حیوانات و قدیمی و اینا قصه ها در واقع شخصیت پردازی به اون شکل نداریم، یکی یا خوبه یا بده. مثلا امیر ارسلان نامدار خیلی خوبه، خب در اون وقت قمرالوزیر خیلی بده. این سیاسفید دیدن مال ادبیات قبل از ادبیات مدرن که هنوزم ادامه داره، هنوزم خیلی ها اونجوری کاراکتر سازی میکنن، یکی آدم خوب است یکی بد است، یکی میشه مثلا
فردین، یکی میشه آدمی که مثلا دوز و قاطقه و یکی میشه رمبو، یکی میشه این میدونی این سیاسفید دیدن ها هنوزم الان ادامه داره. ولی ادبیات با ادبیات مدرن کاراکتر سازی شروع شد و انسان اونجوری که بود، نه سیاسفید بلکه رنگارنگ شناخته شد، نوشته شد و نشون داده شد. و یه صحنه است تو این سه تا صفحه که ما خوندیم که نشون میده هیت کلیف هم انسانه. میتونین به من بگین کدومش بود؟ با همه بدبختیاش، با همه غرایی که میزنه و متلکایی که میگه و قیافه عبوسی که داره، یه صحنه هولناکی هست که نشون میده این از انسانه و انسان سرگردان و گیجی هم هست. اونجایی که سگا حمله کردن و کرد؟ نه. به نظر من اونجاییه که این میزبانش توی خونه دوچاره یک خواب وحشتناک میشه و کاترین رو میبینه و این میاد گریه میکنه، یعنی گریه هیت کلیف رو میبینه که ملتمسانه از کاترین میخواد که برگرده. دقیقا ببینیم، این مثل یه بچه زار میزنه، یعنی تمام اون خلق خویی که ما تا، یعنی همه چی میریزه. برای همین بسیاری از منتقدین اعتقاد دارن که بلندی های بادگیر داستان آدم هایی است که نه سیاه هستن نه سفید. همونقدر که سیاه هستن سفید هم هستن، همون که دروغ که داستان دروغ راست هم هست، همونقدر که واقعی است غیر واقعی هم هست. ما در طول رمان حالا نرفتیم جلو، ولی صحنه های حیاتی میبینیم، حتی همینجا اون صحنه‌ای که این دوتا دارن بازی میکنن تو یادداشت‌های کاترین. ببین یکی رفتار، ببین اینجوریه، هیت کلیف رو رفتارش به ما معرفی میکنه که برخوردش هست با لاکوود، با اون پسره، با کاترین، با جوزف، با سگا، و یکی اون صحنه‌ای که گریه میکنه، و یکی لابلای همون چند تا جمله‌ای که از خاطرات کاترین میاره وقتی بچه هست، بازی که میکنه، دلخوشی های کوچولویی که داره. یعنی این دوتا صحنه هیت کلیف رو انسانی میکنه، میگه چجوری بازی کردی، میگه چجوری داره نذاشت این مثلا بیاد داخل خونه، میگه این حرفا رو میزنه. ولی نگاه کاترین به هیت کلیف در واقع لاکوود نویسنده با آوردن اون یادداشتا میخواد هیت کلیف رو از نگاه کاترین به ما معرفی کنه، بگه این برخلاف اون چیزی که الان میبینید روزگاری آدمی بوده برای خودش. ببین چقدر فشرده ولی اینو گفته و چقدر پنهان اینو گفته، و خواننده باید دقت بکنه و لابلای چیزای ناخونده، نثر داستان ناخونده رو ببینه. ما به همین راحتی نمیتونیم درباره هیت کلیف قضاوت کنیم. یه صحنه ازش داریم بسیار زنده است، یه نوشتاری ازش داریم مکتوب که نشون میده این روزگاری آدم غیر از این. سوال بعدی کسی سوال من داره؟ من یه سوالی بپرسم. من همین راجع به شخصیت های این داستان که گفتین برداشتتون چیه؟ خب راوی این داستان راوی اول شخصه، درسته؟ یعنی داره ما رو با خودش میبره. راوی اول شخص هم به نظر من کسی که نویسندهی که مینویسه غرض داره، یعنی درسته که توصیف میکنه و به ما نشون میده اون چیزی رو که دیده میشه و قضاوتی خیلی رو انجام نمیده، ولی در نهایت غرضی داره از این که ما رو میبره و نشون میده و رفتارهای خاص یا چیز صحنه هایی رو که خودش میخواد و خودش دیده بر ما میگه. پس راوی اول شخص به نظر من تأثیر میذاره رو قضاوت ما بمون، چون اون چیزیه که اون میخواد ما ببینیم، اون رفتاریه که اون میخواد ما ببینیم. پس اون شخصیت اونجوری داره به ما معرفی میکنه. مثلا تو ادبیات کلاسیک خودمونم توی فکر میکنم حالا مطمئنم شاهنامه مثلا خیلی از این توصیفا داره که وقتی رستم با یه پهلوان دیگه مثلا اسفندیار داره
مبارزه میکنه، فردوسی شعر رو میگه ولی دوتاشون هم پهلوان داره تعریف میکنه. ولی اونجایی رو که رستم میگه، کلماتی رو که به کار میبره یه ابهتی بهش میده که به اسفندیار نمیده، در حالی که همه رو داره قهرمان و پهلوان میکنه. واسه همین من فکر کنم واقعا موثره نوع راوی در نشون دادن شخصیت به خواننده. آره ببین این درسته. مثل اینه که تو یه مسافرتی بری و یه راهنما داشته باشی برای آثار باستانی یا هر جا شهر، خب این تو رو میبره جای مختلف و به خود جایی رو که میخواد بهت نشون میده، ولی نگاه تو چیزی که تو میبینی اون نمیبینه. ببین خیلی اومدن در زندان ها رو باز کردن، گفتن که خیلی خوب شما اونا که مسئول سازمان ملل بودن میخواستن مثلا زندان کشور ایکس رو ببینن، اینا گفتن باشه بفرما بیا بریم زندان کشور ایکس رو ببین، باز کردن رفتن دیدن، ولی اون چیزی که زندانبانه میخواست اونا ببینن اونا ندیدن، یه چیزای دیگه دیدن. خب یعنی نگاه تو به هر حال با نگاه راوی فرق میکنه. الان ما صفر از کتاب خوندیم، هممون با هم اختلاف نظر داریم، خیلی اختلاف نظر از رو خیلی چیزا، برای که لاکفود همه ما رو برده وارد این ساختمون کرده، ولی هر کی یه نظری داره، یکی همین الان هیتکلیف و گناهکار میدونه، یکی نمیدونه، یکی خوشش میاد ازش، یکی دلش میسوزه، مثلا من دلم میسوزه برای چنین آدم، یکی بدش میاد، یکی از این سه فصل میگه من هرگز اینجوری با کسی روبرو نمیشم و از کسی استقبال نمیکنم، یکی میگه بابا این چه مرگشه که اینجوری با آدما میره دنبال سوال. به این سادگی، به این سادگی نیست که من هر چی بخوام به عنوان راوی به شما نشون بدم. همیشه خواننده خودش داستان رو از نو می نویسه، برای که همون جور که دوست اینجا اشاره کرد، هم گذشته متفاوتی داره، بک‌گراند متفاوتی داره، نگاه من خونده هاش متفاوته، زندگیش متفاوته، بینشش متفاوته. به همین جهت میگن که کتاب یک بار توسط نویسنده نوشته میشه، یک بار توسط کسی که روایت میکنه و یک بار توسط خواننده. هر کتابی سه بار نوشته میشه. خیلی خوب دیگه؟ بودو یه سوال من بکنم. بگو عزیز. ببینید اگر که با اسم لاکفود روبرو نمیشدیم، راوی دانای کل بود، اون وقت این داستان روایت میشد، آیا اون وقت ما طبق اون روایت تصمیم گیری نمی کردیم؟ یعنی نوع راوی وقتی عوض می شد، اصلا نوع برداشت ما از داستان عوض نمی شد؟ تحت تاثیر راوی نمی شد؟ بچه ها جواب این سوال کی داره بده؟ من می شستی بگم؟ بله، بعدش هم سبا میگه، بعدش هم حمید جواب میده. این که داشتم فکر کردم به اینکه درباره برای قضاوت کردن درباره شخصیت حالا هر کاراکتری، یکی یه دریچه بزرگ رفتارای اون کاراکتره که ما میبینیم، ولی اگه یه تمایزی قائل باشیم بین رفتارایی که از یه آدم سر میزنه و خود اون آدم، بعد ممکنه که قضاوتمون فرق کنه. مثلا ما رفتارهایی که از تیک تویت میشنویم از طریق نیلی و لاکوود و اینا یه چیزه، ولی اگر به این نگاه بکنیم که این رفتار، یعنی هیتکلیف خودش شاید آدم بدی نیست، ولی اینا رفتارهاش واکنشی که داره به محیطش نشون میده. همین آدم اگه مثلا کاترین، مثلا به کاترین داستان نمیدونم باید سپوری کنم، یعنی اگه رابطش با کاترین جور دیگه میشد، این آدم چه جور دیگه ممکن بود باشه؟ تو من داستان اصلا فرق میکنه. همین منظورم اینه که رفتار، یعنی برای قضاوت در مورد هیتکلیف آدم خوبیه یا آدم بدیه، حتی فقط نمیشه به رفتارهایی که نشون داده و ما از بقیه روایت میشه و میشنویم اکتفا کرد. من میشه خیلی کوتاه یه چیزی بگم؟ حتما. ببین داستان سر اینه که ما نیت خونی نمیتونیم بکنیم. این کاریه که جمهوری اسلامی میکنه یا حکومت‌های دیکتاتوری میکنن. ما رفتارهای بیرونی آدم‌ها رو داوری میکنن.
ببین فرق ادبیات غیر مدرن با مدرن اینه که درسته ما کاراکتر میسازیم، کاراکتری میسازیم که یعنی تو ادبیات مدرن کاراکتر ساخته میشه، کاراکتری که به قول منیرو رنگین کمانه. خب ولی آدم بد وجود داره یا وجود نداره تو دنیای ما؟ آیا هیتلر آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ کاراکترهای تو ادبیات یا توی کارهای موفق هم کاراکترن، یعنی داوری پذیرن، مثل همه ما که وجود داریم و زندگی میکنیم اونا هم وجود دارن و زندگی میکنن، حالا درسته تو ذهن ما یا تو صفحات کتاب. اینا قابل داوری هن، رفتارهای بیرونی. بله اگه کاترین مولوی میگه در اگر نتوانید اگر رو اگه داستان رو فرق کنین، راوی رو اگه عوض کنین، اگه از اول شخص بیارینش دالای کل، اگه کاترینا باهاش روابطش خوب بکنی، بله اصلا یه داستان دیگه هست، یه چیز دیگه میشه. ولی اینی که هست، اگه کسی میگه هیتکلیف آدم خوبیه، باید پشانش از تو کتاب بیاره. هیتکلیف آدم کینه توزیه که حالا وقتی قرار نیست که راجع به بقیهش صحبت کنیم، ولی من اینو مجبورم بگم، هیتکلیف کسی که زندگی دوتا خانواده رو نابود میکنه. شاید مقصر نبوده که اینجوری شده، شاید هم هیتلر تقصیر خودش نبوده که اینجوری شده، و هیتلر جهان رو نابود کرد، یعنی برد در تا در آسانی نابودی. خب هیتکلیف هم دوتا خانواده رو از بین برده. ممکنه شما یه چیزی پیدا کنیم برخلاف عرض اول من که آقا راوی که لاک بوده، که یکی از دوستان الان اشاره کرد که رستم و سهراب و این طرف فردوسی طرف داره، رستم اسفندیار و فردوسی طرف داره رستمه، اینو شاید بشه از توی شاهنامه در آورد. باید همینطوری از تو قصه در بیاریم که هیتکلیف مورد نامهریه، حالا چه از طرف کاراکترها چه از طرف ما، و این سزاوارش نیست. عرضم همین بود. ببخشید. ببین من، ما روز سه تا فصل باز داریم حرف میزنیم. اینکه سطح اول و دوم و سوم، ما دو تا صحنه، یه بارم گفتم دو تا صحنه متفاوتی داریم از هیتکلیف. پرخاشگری میکنه، آدم بد اونقیه، سخت گیره. دو تا صحنه، یه صحنه داریم از خودش که گریه میکنه، یادش به گذشتهش مربوطه، و دو سه تا نوشته از کاترین که روزگاری با این روز بود. ما الان هنوز جلو نرفتیم، فصل چهارم نرسیدیم، ما هم داریم رو این بس. یه دوست و بابک درست میگه، بالاخره قضاوت صورت میگیره. یه چیزی که من هی میخوام نرم جلوتر، ولی نمیدونم، بذاریم سوالتون رو بکنیم نرم جلو، برای که خودم هی میپرم میرم فصلهای دیگه. منیرو جان جان، ولی من سوالم این نبود که اگه راوی رو عوض کنیم آیا خب مسلما داستان عوض میشه. سوالم این بود که اگر... سوالم این بود که وقتی راوی دانای کله، آیا خواننده طبق قضاوت راوی قضاوت میکنه یا این که اونم نه بس دانای کلی سوالم... ببین جنگ و سال دانای کله، خب برای زاویه دیدش دانای کله بر همه چی مسلطه، همون جور که میره تو ذهن ناتاشا تو ذهن آندره هم میره. ولی در نهایت وقتی که ناتاشا میره دنبال یه خروسی و این خروس ها میگیره، اول صبح هم پشت پنجره آندره رد میشه، تأثیری که رو من میذاره با رو تو و روی آدمی که 90 سالشه، یه کیسی که 14 سالشه 15 سالشه، حتی فقط از نظر سنی بگیم، اینا متفاوته. ما هر داستانی که میخونیم خواننده قضاوت خودش رو داره، نظر خودش رو داره، و به نظر من کسی نمیتونه ادبیات، تو ادبیات مدرن تو نمیتونی ذهن خواننده رو در بس در اختیار بگیری، یعنی راوی نمیتونه این کار رو بکنه. این طرف و این آزادی رو پیدا میکنه که بره و به نتایج خودش برسه، به داده های خودش برسه. در مثل ها اینجور نیست، میگن که آن کس که سخن ناسهان نشنود به دو آن رسد که به باخر رسید
بعد تو قصه باخر رو تعریف میکنن. توی ذهن‌های پرمیتیو و ابتدایی که درگیر قصه هاست و دوران کودکی ذهنی انسانی است، خوب و بد هست یا سفید هست و رنگ‌های دیگه نیست. ولی با ادبیات مدرن که میرسیم ما تفسیر خودمون رو داریم. حالا اگه نگیم قضاوت، میتونیم بگیم تفسیر خودمون رو داریم. بسیار عالی. دیگه خیلی ممنون. من به عزیزتون میرم. قرق نکردی. اینا من قربونتون برم. من به هم دارم. میدونم. برو. خیلی خوب. من یه سوالی دارم. بحث قبلی چیزی میخواست بگی نگفت. بگو. حتی جان چیزی میخواستی بگی؟ نه، من بچه ها حرفای منو گفتن. ببین بچه ها، من امروز اصلا عکس نمیبینم، همه جای عکس ها سیاست با اسم. نمیدونم آیا کامپیوتر من مشکل داره، فقط مثلا ترانه و اشکان رو الان میبینم. چجوریه جریان؟ یعنی مثلا من میبینم، من همه رو میبینم. نه، من هیچ کی رو نمیبینم. من الان زدم رو اون کامل، همه رو میبینم. کامپیوتر شما، شما همه رو میبینیم، فقط سه نفرن که عکس نمیدن. ها؟ من خیلی فکردم نور ندارم. خیلی بچه، قرار شده که این داستان ادامه پیدا کنه. یعنی ما ماهی یه دفعه این کتاب رو با هم تموم کنیم. خب؟ سه فصل میریم جلو. گاهی وقتا مثلا چهار فصل، گاهی وقتا اگه فصلا بزرگ گنده باشه، زیاد باشه، دو فصل میخونیم. اینو یادتون باشه، خواهش میکنم بنویسین. مهمترین چیزی که تو این فصلات شما رو تحت تاثیر قرار میده، از این به بعد باید یادداشت کنید. یه سوال میکنم. ولش کن. پدرتون در آوردم با سوال کردن امروز. مثلا ببین، ما تو فصل، تو سه فصل اول یک صحنه عجیب و غریبی داریم که خیلی تاثیر گذاره. خب اونم نایتمریه یا اون کابوسیه که میبینه. اما سوال من اینه، آیا این کابوس واقعیه؟ یعنی آیا این دریمی که میبینه، این خوابی که میبینه وقتی دست اون روح رو میگیره، آیا این روح واقعیه؟ دست این روح رو میبینه، دستش خونی میشه، آیا این واقعیه؟ آیا تو همین سه فصل به ما میگه واقعیه یا واقعی نیست؟ ببین اینجاست که ادبیات گاتیک ویکتوریایی تبدیل میشه به ادبیات گاتیک مدرن. این نکته ای است که من میخوام بگم. با این نکته کلاس امروز، جلسه امروز تموم میشه. ولی به نظر شما واقعیه اون صحنه؟ یه خورده جلوتر جوابشو میگیریم من فکر میکنم. نه، من میخوام تو این صفت جواب بده. ما تو این صفت داریم فکر میکنیم. مثلا ببین، این کتابی است برای ما که سه فصلش به دست ما رسیده، بقیهش گم شده. خب روی این سه فصل فکر کنیم. یه صحنه است که من رفتم یه صابخونه رو دیدم که خونه ازش اجاره کردم، بعد شب رفتم تو اتاقی، روحی بر من ظاهر شده. بعد خب برای شما توضیح دادم. آیا شما متقاعد شدید که این واقعیه؟ من یعنی شما صحنه رو واقعی دیدید؟ به نظر من واقعی می اومد، چون که قبلش اون خدمتکار میگه که این یه اتاق خاصه و وقتی که اونجا میره اون سه تا اسما، اسمای کاترین با سه تا فامیل مختلف و اون خاطره‌ای که خونده، به نظر من جالبیش به اینه که واقعی باشه. به نظر من نویسنده تو این صفت جوری تعریف میکنه که ما فکر کنیم همه این اتفاقا برای لاکوود میفته، ولی با توجه به کارکتر و بک‌گراند من
نمیتونه همچین اتفاقی بیفته. اصلا کاری به بک‌گراند خودمون نداشته باشیم. خب قضاوت من اینه که مثلا این چاخانه، ولی خب اون داشت میگفت این اتفاقا واسش افتاد دیگه. کیا میگن این کیا کدوم یکی از شما تو این صفت نشانه ای دیده که نویسنده به ما میگه این واقعی نیست؟ من دیدم. نویسنده میگه این روح واقعی نیست، این کابوسه. حالا یه طرف کوچولو اینجا میکنم. ببین وقت ادبیات گاتیک سنتی، ادبیات ویکتوریایی با یه قصر شروع میشه. یعنی در ادبیات گاتیک ویکتوریایی شما حتما باید لوکیشنتون یک ساختمون خرابه قدیمی قصروار باشه. تا همین 4 سال پیش که من از ادب تو کلاس های ورشاپ های ادبیات مدرن بودم، تو ایران هم هنوز دنبال پو بودن، یعنی هنوز دنبال زوال خاندان آشور بودن و فکر میکردن که ادبیات گاتیک اونه. از طریق کانال کولیا ادبیات گاتیک مدرن به اونجا معرفی شد. همیشه یه چیزای اتفاق میفته در ادبیات گاتیک. که شما به نظر میرسه که این روح حرکت میکنه. اما ته قضیه که نگاه میکنی میبینی همش بیسش روی مسائل روانشناسیه. این که ظاهر قضیه جوری باشه که تو فکر کنی این روحه، بعد برسی به یک گل سرخ برای امیلی و متوجه بشی که اینا همش بر اساس مشکلات 1, 2, 3, 4, 5 زندگی آدم ها تبدیل به روح میشن و ادبیات گاتیک ویکتوریایی تبدیل میشه به ادبیات گاتیک آمریکای شمالی و ادبیات مدر. این سوال به سادگی صورت نگرفت. تو همین 3 صفحه ما میتونیم زیر 2-3 تا خط بکشیم، 2-3 تا سطر خط بکشیم که نویسنده جای پای اعتقادات خودش رو گذاشته که این روح نیست. از دهان لاکوود ما میشنویم. حالا کلاس که تموم شد شما یه دور دیگه که خوندین اون جمله رو میتونین پیدا کنین. اون قسمتی هستش که داره میگه که هذیانگویی هیتکلیف رو که دیدم پشیمون شدم از اینکه کابوسم رو براش تعریف کردم. به هر حال خب این مشقتونه. خب این مشق شماست که آیا روح وجود داره یا نداره، از این روح کابوس یا واقعی است، و آیا نویسنده نشانه گذاشته تو این ست فصل که به ما بگه بابا این کابوسه و این واقعی نیست یا نه. اینه. یه نویسنده آمریکایی هست که هنری جیمز، حتما شما داستانی ازش خوندین اگه ترجمه شده باشه. اگه بتونم اون داستان معروفش رو پیدا بکنم. تمام داستانهای این به خاطر کشواکش‌های روانشناختان هست، اما همش با روح و با این سرصداها و ایجاد وهم و صحنه‌های خیلی ترسناک داستان شروع میکنه و تمام که میکنی فکر به عنوان انسان مدرن فکر میکنی بابا این تمام این داستان به خاطر مشکلاتی بوده که قهرمان داستان با ایکس و ایگرک و زد مثلا داشت. یعنی میتونی توجیه روانشناختانه براش پیدا کنی. شد 10:22. این کلاس ها همچنان این بحث ادامه داره. میشه من یه سوال بپرسم؟ حتما. الان شما گفتین که به خاطر بحث‌های روانشناختانه مثلا به این می‌بریم که مثلا این روح بوده یا نبوده. من می‌خوام بگم که ما هنوز توی این صفحه اونقدر که کاترین رو نمی‌شناسیم یا نمی‌دونیم چی براش گذشته، یا اینکه اون خود آقای لاکوود هم نمی‌شناسیم، نمی‌دونیم چه پشتوانه‌ای داشته. چطوری میشه که اینو ربط بدیم به اینکه
مثلا بگیم مطمئن بگیم این روح نبوده. ببین نگاه کن، ما همه نوشته هایی رو که لاکوود خون نخوندیم. لاکوود خیلی نوشته میخونه خب، و یه قسمت کوتاهیش رو برای ما میگه، برای همین اون تحت تاثیر اون فضا قرار میگیره، ما نمیگیریم. و میدونی اینجاست اون چیزهای پنهانی که نویسنده میگه اینه. ببین میگه من رفتم به دست نوشته های کاترین رو خوندم اینجوری اینجوری اینجوری، ولی 3-4 تاشو به ما میگه. این کل ساعت مشغول خوندنه، چنان می از سرگذشت اینا آشنا میشه که وحشت زده میشه دیگه. خب چون وحشت میشه که چه اتفاقی افتاده، و حتم بدون که از یعنی این چیز دیگه، این برداشت من به عنوان نویسنده و منتقده که از اون نوشته هاست که این دوچار این وحشت میشه و پریشانی. اگه اون نوشته ها نبود چیزی اتفاق نمی افتاد. درسته؟ اوکی بچه ها، اگر میخواین رمان بنویسین یک موضوعی تو ذهنتون هست، یک چارت بکشین، یک مثلا یک ترم بکشین، یه نقشه بکشین و مثلا شروع کنین فصل بندی کردن، با این پیش برین. فوقش هیچ چی نمی‌نویسین دیگه، ولی فصل بندیتون رو کردین. خب اگه تونستین ادامه میدین، اگه تونستین نتونستین ادامه نمیدین، ولی مطمئنم همه شما داستان‌های فراوانی برای نوشتن دارین. شب و روزتون خوش. ها بازم حالا تو صفحه فیسبوک می‌نویسم که چیکار باید بکنین، فیسبوک خودت. بسیار خوب بچه‌ها، خیلی ممنون از زحمتتون. خواهش می‌کنم، قربان شما. شب روزتون خوش. خدا نگهدار.